محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران 16 بهمن ماه جاری به دلیل شکایت محمد باقر قالیباف به اتهام نشر اکاذیب و توهین و تشویش اذهان عمومی به دادگاه می رود. یکی از موضوعاتی که در این پرونده به آن اشاره شده موضوع املاک نجومی است. ماجرایی که پیشتر نیز جنجال‌های زیادی را به همراه داشت و در این میان نیز تعدادی از سایت‌ها و خبرنگاران تحت تأثیر حواشی آن قرار گرفتند. موضوع املاک نجومی در زمان شهرداری محمدعلی نجفی به صورت رسمی مطرح شد و در همان دوران نیز اوج گرفت. همان زمان اعلام کردند که محمدعلی نجفی در این خصوص شکایاتی از مدیران قبلی شهرداری به قوه قضاییه ارسال کرده است، ولی بعدتر مشخص شد که چنین چیزی مطرح نبوده و محمدعلی نجفی این مطالب را صرفاً در قالب گزارش‌ها و مستندات به قوه قضاییه ارائه کرده است. البته مسئله مهم این است که درباره این پرونده همان زمان چهره‌ها و دستگاه‌های مختلفی موضع‌گیری کردند. از قوه قضاییه گرفته تا دادستانی و چهره‌های مختلف سیاسی و جنایی نسبت به این موضوع اعلام نظر کردند و در این میان محمود میرلوهی اولین نفری نبود که نسبت به این موضوع اعلام نظر کرد. محمود میرلوهی در توضیحات بیشتر نسبت به این پرونده به اعتماد آنلاین گفته که مصاحبه‌های او با سایت ایلنا دلیل اصلی شکایت محمد باقر قالیباف از اوست. دو مورد مصاحبه‌های من در موضوعات گزارش تغییر تحول و املاک در اختیار اشخاص دیگر رو عرض کنم که هزینه‌های سال‌های آخر مدیریت قبلی دوره آقای قالیباف هر شبت که شکایت کرده ایشون بعد میخوام اصلا صحبتی در مورد این پرونده نشد الان اصلا آقای قالیباف همجا رو شکایتشون مصر هستن حل از ظاهر باید باشن که در بازپرسی و الان هم کیفرخواست تنظیم کرده بازپرس محترم و فرستاده دادگاه بله